به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی. امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشد. شاگردای عزیز، به مضمون ریاضی صنف هفتم خوش آمدید. شاگردای عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی را با هم دیگه میخوانیم، درست است؟ و چی است؟ فصل چهارم هستیم، درست است؟ مضمون ریاضی صنف هفتم، فصل چهارم. فصل چهارم ما و شما چی است؟ عنوانش است اعداد نسبتی یا اعداد ناطق، هم برش گفته میشه. صحیح است؟ اعداد نسبتی یا اعداد ناطق، یا به طور خیلی آسان برات بگم اعداد کسری. کسر خود میفهمینه در مکتب خواندین در سالهای گذشته، درست است؟ آلی ما چی میکنیم؟ میایم در اعداد کسری برش علامه میتیم، مثبت یا منفی. صحیح است؟ پس اعداد نسبتی را ما شما در درس امروز میخوانیم. درس چندم هستیم؟ درس اول. اما قبلی که بگیم در درس امروز چه عنوانهای دیگه ای را میخوانیم، باید چی میکردین؟ باید کارخانه را به ما روان میکردین از طریق واتساب. نمبرش هم چند است؟ 2096478025513. درست است؟ اگر کدام سوالی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم. خب شاگردای عزیز، اهداف درس امروز ما و شما چی است؟ یک، اعداد نسبتی. ما اول تعریف میکنیم که همین اعداد نسبتی چی است، معرفی میکنیم برای تفیست، و بعد از چی میخوانیم؟ مقایسه اعداد نسبتی. دو عدد نسبتی رو ما و شما میتونیم چی کنیم؟ مقایسه کنیم کدامش بزرگتر است، کدامش کوچکتر است، یا که مساوی است، میتونه مساوی هم باشه. صحیح؟ پس میریم در سر تخته درس خود شروع میکنیم. بریم سر تخته. اعداد نسبتی، اگر یادتان بیاید صنف چهار مکتب گمانم بود، صنف چهار مکتب شما چی رو خواندین؟ کسر رو خواندین. کسر چی است؟ با عنوان مثال، من یک مثال میزنم که یادت بیاید. با عنوان مثال، ما و شما دو تا سب داریم، دو سب است، بین سه نفر بخوایم به طور مساوی تقسیم کنیم، چی رقم با تقسیم کنیم؟ خود سب کامل که نمیرسه، سب سالم است، با دور چی کنیم؟ حصه کنیم، تقسیم کنیم دیگه، نه چند حصه. پس ما و شما میاییم چی میکنیم؟ اون دو سبه به سه حصه مساوی تقسیم میکنیم و به هر نفر یک حصه میتیم و بهش میگیم دوی بر سه. صحیحست؟ دو حصه دور دو سبه تقسیم بر سه میکنیم. صحیحست؟ به این خاطر. یا بخوایم به این شکل بیاییم بگیم، بگیم که ما و شما بخوایم چی کنیم؟ یک تا نان بین پنج نفر تقسیم کنیم، باید دور تقسیم بر پنج کنیم، به هر نفر یک حصه بتیم، پس میشه یک بر پنج. صحیحست؟ فهمیده چه رقم شد دیگه؟ نه. خب شاگردای عزیز، پس دقت کن که چی است؟ اعداد نسبتی همو چی؟ اعداد کسری ما و شماست. ولی حالا ما میتونیم به او چی؟ به او علامه منفی یا مثبت هم بانیم. پس هر عددی که ما بتانیم به شکل کسر نوشته کنیم به او میگیم اعداد نسبتی. با عنوان مثال، منفی دوی بر سه یک چی است؟ یک عدد نسبتی است. یا با عنوان مثال، پنج بر چار سهیست؟ یا یک بر سه، معنای چی است؟ یارو خود میفهمین. یک تا نان داریم، به عنوان مثال به سه حصه تقسیم میکنیم، یک تاشو میگیریم. صحیح است؟ این چی است؟ ما میگیم پنج تا نان به چهار حصه تقسیم میکنیم. صحیح است؟ و پنج تا، خب این چی میشه؟ این از یک نان بیشتر میشه دیگه، چون اگر چهار بر چهار باشه میشه یک عدد کامل، میشه یک عدد سالم، میشه. صحیح است؟ یک عدد تام میشه. پس این میشه یک نان و یک حصه از چهار حصه. صحیح است؟ پس ما پنج بر چهار میتونیم به این شکل نوشته کنیم. دقت کنید، پنج بر چهار ما شما میتونیم نوشته کنیم یک و یک بر چهار.
صحیح است، به این شکل میتونیم نوشته کنیم، یعنی یک تا عدد کامل، یک تا واحد کامل و یک به یک بر چهار میتونیم به این شکل نوشته کنیم. خب پس یار یادتون آمد دیگه نه، یار در مکتب صنف چهار به گمانم خوانده بودیم ما و شما. خب اما آلی ما شما میخوایم چیکار کنیم؟ امی اعداد نسبتی را آلی علامه هم داری، علامه ندار علامه چی است؟ مثبت است. اینی علامه ندار علامهش مثبت است. اینی علامه چی؟ علامهش منفی است. یک نکته ما قبل که پس بعدی رو بگیم، یک نکته ما برد میگم و بعد میگم که چه رقم ما شما در محور میتونیم اینی اعداد نسبتی را نشان بدیم یا پیدا کنیم. فقط یک نکته ما برد میگم، نکته پس اعداد نسبتی چی شد؟ میگیم هر عددی که بتوانیم به صورت کسر رو نوشته کنیم میگیم اعداد نسبتی. اما نکته نگاه کنید شاگرد عزیز، منفی 2/3 مساوی است با 2/-3 و یه هر دو هم مساوی است با منفی 2/3. این معنایش چی است؟ معنایش است که علامه ما و شما در مخرج باشه یا در صورت باشه اردوش فرق نمیکنه، در خود کسر برش میتیم. پس فکرتان باشه شاگردای عزیز، خیلی از شاگردی را غلط میکنه، به خود فکر میکنه که اینی منفی که در کسر بود هم از صورت است هم از مخرج، غلط است. فقط باید به یک توش بدیم، یا منفی یا در مخرج بدیم یا در صورت. ولی یادتان باشه 99% ما و شما علامه رو در چی میتیم؟ در صورت میتیم. مخرج ما و شما باید چی باشد؟ مثبت باشد. یعنی اگر ما و شما یک عدد داشته باشیم مخرج علامش منفی باشد، منفیش در صورت برش میتیم. صحیح است؟ فهمیدی چی رقم شد دیگه نه؟ بنابراین مثال اگر ما چنین چیز داشته باشیم، منفی 5/-3 چی میشه؟ این منفی رو در صورت میتیم ضرب میشه، منفی در منفی میشه مثبت، پس میشه مثبت 5/3. صحیح است؟ پس از لحاظ علامه خوب فهمیدیم چیکار میکنیم. پس این نکته بسیار نکته مهمی است که چی است؟ گفتیم که اگر علامه چی بود؟ چی در صورت باشه علامه منفی، چی در مخرج باشه در خود کسر دادن میتونیم، یا اگر کسر باشه میتونیم در مخرج هم بتیم، میتونیم به صورت هم بتیم. بردوش غلط است که بیای بگی این منفی 2/3 را بگیم که منفی 2/-3 غلط میشه، چون در اون صورت چی میشه؟ منفی در منفی مثبت میشه. صحیح است؟ پس 99% ما و شما گفتیم چی است؟ مخرج ما و شما چی میگیریم؟ مثبت باید در نظر گرفته شود، ما و شما باید مخرج مثبت بگیریم. فهمیدید چه رقم شد دیگه نه؟ پس این نکته رو فهمیدیم. اما میریم چی میکنیم؟ نشان دادن یا پیدا کردن دریافت چه اعداد نسبتی روی محور. خب محور ما و شما داریم دیگه، پس ما محور بکشم، محور اعداد تا ما یا تا نست دیگه نه؟ اینجا 0 بود، اینجا 1 بود، 2 بود، 3 بود، -1، -2، منفی 3. صحیح است؟ به این میگفتیم محور اعداد تام یا تنست یا محور اعداد صحیح. خب عدد یک مثبت کجاست؟ خب میفهمیم یک مثبت در اینجاست، علامه نداره، علامه مثبت، یعنی میشه چی؟ عدد یک مثبت. اما منفی 2 کجاست؟ منفی 2 در اینجاست، یعنی منفی 2 است. صحیح است؟ ما عدد میتونیم دریافت کنیم، دقیق رویش پیدا میکنیم. اما اگر اعداد نسبتی رو بخوایم دریافت کنیم کجا میشه؟ 1/3 کجا میشه؟ 5/4 کجا میشه؟ منفی 2/3 کجا میشه؟ صحیح است؟ پس یار میخوایم دریافت کنیم که چه رقم ما شما بتونی پیدا کنیم. من یک نکته برات میگم، این اگر بفهمید دیگر شما بسیار آسان میتونی امی اعداد نسبتی روی محور دریافت کنی که کجاست. خب اون نکته چی است؟ نکتهش به این شکل است شاگردان عزیز، دقت کنید، ما اگر بخوایم یک عدد نسبتی را روی محور دریافت کنیم باید چی کنیم؟ باید بیم به مخرج از نگاه کنیم. مخرج هر چی بود، مخرج ما شما اول آخر چی است؟ 3 است. دهی چی است؟ مخرج 4 است. خب من اول آخر پیدا میکنم. اول مخرج 3 است، یعنی که شما باید بیاین هر خانه را دقت کن، از 0 تا 1 یک خانه میشه، از 1 تا 2 یک خانه میشه، از 2 تا 3 یک خانه میشه. صحیح است؟ به این برم به سمت منفی هم به این شکل است، از 0 تا منفی 1 یک خانه، این خانه دوم، این خانه سوم. هر خانه یا برش میگیم واحد، فرق نمیکنه خانه بگیم یا واحد، هر واحد یا هر خانه را باید بیایم به چی؟ به 3/3 مساوی تقسیم، چون مخرج ما و شما 3 است. مخرج ما و شما اگر 4 باشد هر خانه رو باید به 4 قسمت تقسیم کنیم. اگر مخرج ما و شما 10 باشد هر خانه رو باید به 10 قسمت تقسیم کنیم. صحیح است؟ اگر مخرج ما و شما 2 باشد هر خانه رو باید به 2 قسمت مساوی تقسیم کنیم. عالی. چی است مخرج ما و شما؟ 3 است. مخرج ما و شما 3 است، باید هر خانه رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنیم. خب اما شاگردای عزیز یادتون باشد، دقت کنید، وقتی میخوایم به 3 تقسیم کنیم 3 خط نکشین ها. نگاه کنید، من دیدم بعضی شاگردا به این شکل میگه 1 2 3، این غلط میشه. چرا؟ چون اگر این را ما و شما بشماریم خانه های کوچکتر، دقت کنید، خانه میشه از این 0 تا همین عدد اول. صحیح است؟ این میشه 1 خانه، این میشه 2 خانه، 3 خانه، 4 خانه میشه، به 4 خانه تبدیل میشه. اگر شما به 3 خانه بخواید تبدیل کنید 2 خط باید بکشید.
اگر به دو خانه بخوای تبدیل کنی یک خط میکشی، صحیح؟ پس یادتان باشه. پس ایره ما و شما چی میکنیم؟ ایره ما و شما به سه خانه میخواییم تقسیم کنیم، پس دو خط باید بیشتر نکشیم. پس من میگم چی میکنم؟ دو خط تک میکشم در اینجا، میشه سه مساوی یک حصه یا یک خانه، دو خانه، سه خانه، صحیح؟ پس چی؟ ما آمدیم چی کردیم؟ صرف تا یک به سه خانه تبدیل کردیم. آن به اون شکل دیگاهش هم به اون شکل تبدیل میکنیم، هر خانه رو به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم. خب پس چی کردیم؟ تقسیم کردیم هر خانه رو به سه قسمت مساوی تقسیم کردیم. خب پس این نکته شمیسته، ما و شما اول چی میکنیم؟ مخرج رو نگاه میکنیم. مخرج ما و شما هرچی باشد باید همه خانه ها رو به همون تعداد تقسیم کنیم. حالا مخرج ما و شما سه است، ولی باز در صورت نگاه میکنیم، صورت ما و شما در چند است؟ یک است. پس باید از این خانه های کوچک که جور شده، حالا چی؟ چون مثبت است به سمت مثبت، و اگر منفی بود به سمت منفی ها حرکت میکنیم. خب حالا ما و شما چی است؟ یک است. یک تا از خانه های کوچک، یک تا از صفر همیشه شروع میکنیم، از صفر شروع میکنیم، یک تا از خانه کوچک. پس اینی نقطه ما و شما چند میشه؟ یک بر سه، صحیح؟ پس اینی نقطه میشه یک بر سه. فهمیدی چی رقم پیدا کردیم؟ خب منفی دوی بر سه را که دریافت کنیم کجا میشه؟ منفی دوی بر سه. گفتیم باید چی کنیم؟ باید به سمت منفی ها بریم، چون علامش هست منفی، از صفر شروع میکنیم. دو خانه به سمت چپ از این خانه کوچکی که جور کردیم. پس اینی نقطه ما و شما چی میشه؟ اینی نقطه ما و شما میشه منفی دوی بر سه، صحیح؟ فهمیدید چرا رقم پیدا میکنید دیگه؟ نه. پس به مخرج نگاه میکنیم، مخرج شما ما و شما هر چی باشه باید هر خانه رو به همون قسمت تقسیم کنیم، به همون تعداد دیگه. نه، مخرج ما و شما سه است، هر خانه رو به سه قسمت تقسیم کردیم. مخرج ما و شما برای اولی هم سه است، هر خانه رو به سه قسمت تقسیم کردیم. حالا در صورتش نگاه میکنیم، صورتش چند است؟ یک است. پس یک خانه از خانه کوچکی که حال جور شده به سمت مثبت ها، این چی است؟ منفی دو است. پس دو خانه به سمت منفی از خانه کوچکی جور شده. با عنوان مثال ما 6 بر 3 رم دریافت کنم. 6 بر 3 چی میشه شاگرد عزیز؟ 6 بر 3 است که شما باید هر خانه رو به سه قسمت تقسیم کنید که کردیم. حالا 6 تا از خانه‌های کوچک به سمت مثبت‌ها، علامه چون علامهش مثبت است، به سمت مثبت‌ها باید حرکت کنیم. از صفر شروع می‌کنیم. 6 حرکت کنیم چند میشه؟ 1 2 3 4 5 6. دقیقاً روی چه عدد میفته؟ روی عدد 2 میفته. پس این 6 بر 3، صحیح است که اگر ما و شما 6 بر 3 هم اختصار کنیم میشه 2، چون 6 بر 3 2 میشه، دقیقاً همون 2 میشه. فهمیدی چه رقم شد دیگه؟ نه. پس 6 بر 3 همون 2 است. ما و شما اگر بخوایم دریافت کنیم، بنابراین مثال یک تا مثال دیگه هم دریافت کنیم، منفی 4 بر 3 اینو دریافت کنیم کجا میشه؟ پس هر خانه به سه حصه مساوی، چون مخرج ما و شما سه است، تقسیم کردیم. آله منفی 4، من 4 تا از خانه های کوچک به سمت منفی، از صفر شروع میکنیم. همیشه این از صفر شروع کردیم. 1 2 3 4، دقیقاً این نقطه میشه. این نقطه ما و شما چند است؟ این نقطه منفی 4 بر 3، صحیح است؟ پس منفی 4 بر 3 هم تونستیم دریافت کنیم. اما 5 بر 4 چه رقم دریافت کنیم؟ 5 بر 4 ما و شما باید یک محور دیگه بکشیم، چون مخرج چند است؟ مخرجش 4 است. هر خانه رو ما و شما باید به چی؟ به 4 حصه مساوی تقسیم کنیم. پس ما دایی پایین میکشم براتون، 5 بر 4 میخواییم دریافت کنیم. اینجا 0 باشد، اینجا 1 باشد، اینجا 2 باشد، منفی 1، منفی 2، صحیح؟ خب 5 بر 4 مخرج ما و شما چند است؟ 4 است. پس هر خانه رو باید به 4 حصه مساوی تقسیم کنیم. پس 3 تا خط که بانیم 4 حصه تقسیم میشه، یادت باشه. پس 3 خط میبانیم، 1 2 3، 4 قسمت مساوی تقسیم شد. باوشک 1 2 3، دیگهش خود نیسته دهی برم، 1 2 3، 1 2 3، 3 خط تک بانیم به 4 حصه مساوی تقسیم میشه. خب شاگردای عزیز آل دقت کنید، 5 بر 4 علامش چی است؟ علامه نظر علامش مثبت است. پس به سمت مثبت ها 5 خانه از این خانه های کوچکی که جور شده. پس از صفر حرکت میکنیم، 1 2 3 4 و 5، اینی نقطه میشه چند نقطه؟ 5 بر 4 میشه، 5 بر 4، صحیح؟ پس این نقطه چند شد؟ 5 بر 4 شد.
خب فهمیدیم پس پس 5 بر 4 تونستیم دریافت کنه. پس شاگردای عزیز اعداد نسبتی یعنی عددهایی که ما هر عددی که بتونیم به صورت کسر نوشته کنیم به اون میگیم اعداد نسبتی. و شاگردای عزیز پیدا کردن یا دریافت اعداد نسبتی روی محور چه به چه شکل از روی محور به میگیم حال دیگه محور اعداد تام بود حالا میگیم محور اعداد نسبتی چون اعداد نسبتی رو ما شما میتونیم دریافت کنیم که موقعیتش کجا میشه. درست است؟ یک بار دیگه برات میگم چرا هم دریافت میکنیم به مخرج نگاه میکنیم. مخرج ما و شما هر چی باشد هر خانه رو باید به همون تعداد حصه تقسیم کنیم مساوی ها فکرتون باشه حصه مساوی باید تقسیم شود. خب مخرج ما و شما 3 است پس هر خانه رو ما و شما باید به 3 قسمت مساوی تقسیم کنیم. خب 3 قسمت باز گفتم 3 خط نکشی یا چون 3 خط بکشی 4 حصه تقسیم میشه باید 2 خط بکشی 2 تا خطک بکش که به 3 حصه تقسیم شود. صحیح است؟ فهم نشه رقم شد دگنه باز به تعداد صورت نظر به علامه اگر مثبت باشه سمت مثبت ها اگر منفی باشه سمت منفی ها حرکت میکنیم و همیشه هم از صفر شروع میکنیم از صفر حرکت میکنیم. صحیح است؟ پس چی است؟ اعداد نسبتی و نمایش آن روی محور یا دریافت آن روی محور. فهم نشه رقم شد دگنه؟ پس اعداد نسبتی را ما شما معرفی کردیم و گفتیم که چه رقم میتونیم روی محور دریافت کنیم اعداد نسبتی را. درست است؟ پس ما این را تیک مارک میکنم. پس اعداد نسبتی را ما شما خواندیم. اما عنوان دوم ما شما چی است؟ مقایسه اعداد نسبتی. آلی ما شما باید بتونیم مقایسه کنیم که همین دو عدد نسبتی که به ما و شما میتا کدامش کلانتر است یا کدامش خردتر است یا مساوی است به کدام حالت قرار داره. صحیح است؟ خب یک راهش است که ما و شما بیایم چه کنیم بیایم همین اعداد نسبتی را روی محور دریافت کنیم روی محور پیدا کنیم که موقعیتش کجا میشه و خب اینو میفهمیم در محور هر چه عدد ما و شما سمت راست باشه عدد ما و شما کلانتر میشه بزرگتر میشه. صحیح است؟ و هر چه عدد ما و شما سمت چپ باشه او کوچکتر یا خردتر میشه. درست است؟ پس روی محور خو آسان میتونیم دریافت کنیم ولی ما میخوایم بدون از اینکه محور بکشیم یعنی موقعیتش دریافت کنیم از روی خود عدد بفهمیم که کدام عدد چی است بزرگتر است یا کدام عدد کوچکتر است. صحیح است؟ پس میریم سر تخته ما تخته رو پاک میکنیم برات با چی با مثال تشریح میکنم که ما و شما چه رقم بفهمیم همی اعداد چه رقم مقایسه کنیم اعداد نسبتی را. پس بریم سر تخته. مقایسه اعداد نسبتی ما و شما میخواییم اعداد نسبتی رو با همدیگه چی کنیم؟ مقایسه کنیم. پس من نوشتم میکنم مقایسه اعداد نسبتی. خب که ما و شما دو تا عدد نسبتی یا دو تا عدد کسری اگر داشته باشیم چطور بفهمیم که کدام عدد کلانتر یا بزرگتر است؟ صحیح است؟ خب با عنوان مثال من چند مثال کار میکنم. حالت الف ما و شما به سه حالت دیر تبدیل میکنیم. حالت الف حالت الف ما و شما حالت اول ما و شما چی است؟ اگر ما و شما دو تا عدد نسبتی داشته باشیم که مخرج های از اون مساوی باشه. صحیح است؟ مخرج ها مساوی باشه. پس با عنوان مثال 2/3 و 5/3 پس مخرج ها مساوی باشد. مخرج ها مساوی باشد. خب اگر مخرج های ما و شما مساوی باشد نگاه میکنیم به صورت عددی که صورتش بزرگتر باشد خود عدد چی میشه؟ بزرگتر میشه. به عنوان مثال حالی ما و شما 2/3 کلانتر است یا 5/3؟ مخرجاش نگاه میکنیم مخرجا مساوی است. پس در صورت نگاه میکنیم 2 و 5 کدام کلانتر است؟ 5 بزرگتر است. پس میگیم 5/3 بزرگتر از 2/3 است. فهمیده چه رقم شد دیگه نه؟ یا یک مثال دیگه به عنوان مثال -3/2 -5/2 مخرجای ما و شما چی است؟ اردوش 2 است مساوی است. مخرجا مساوی است. خب حالا به صورت نگاه میکنیم -3 بزرگتر است یا -5؟ دقت کن عدد منفی در محور باید از ذهنت بیایه. در محور اگر یادتون باشه شاگردای عزیز دقت کنید من یادآوری میکنم اینجا 0 باشد -1 -2 -3 -4 -5 اینجا -5 است و اینجا -3 است. بین -3 و -5 کدام بزرگتر است؟ -3 بزرگتر است چون گفتیم هر چه عدد ما شما سمت راست باشد بزرگتر است هر چه عدد سمت چپ باشد کوچکتر است. -5 و -3 کدامش سمت راست تر است بین خودشان؟ -3 سمت راست قرار دارد سمت راست -5. صحیح است؟ پس -3 بزرگتر است.
فکرتان باشه در اعداد منفی باید محور بکشید در ذهن خود بفهمید کدام اعداد بزرگتر است. خب مخرج های ما شما مساوی است، آل صورت کدام بزرگتر است؟ منفی 3. پس جمعش منفی 3 بر 2 بزرگتر است منفی 5 بر 2 میشه. صحیح فهمید چه رقم شد دیگه؟ پس حالت اول مخرج ها مساوی باشد، ما دیگه وقت مخرج مساوی باشد ما به صورت نگاه میکنیم، عددی که صورتش بزرگتر باشد اونم عدد چی میشه؟ بزرگتر میشه. پس حالت الف بسیار آسان است. اما حالت دوم، حالت ب، حالت ب شاگرد عزیز میگیم که صورت ها مساوی باشد. خب اگر صورت ها مساوی باشد ما باید چی میکنیم؟ به مخرج نگاه میکنیم، میگیم عددی بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد. شاگرد عزیز دقت کن، عددی بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد. پس دقت کنید، با عنوان مثال 5 بر 3 و 5 بر 2 کدام کلانتر است؟ خب چی است؟ کدام حالت است؟ صورت ها مساوی است، مخرج ها مساوی نیست، 3 است 2 است، صورت هاش مساوی است. اگر صورت ها مساوی باشه باید چی کنیم؟ باید بیایم به مخرج نگاه میکنیم، میگیم کسری بزرگتر است یا عددی بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد. دو بزرگتر است یا 3؟ میگیم 2 کوچکتر است دیگه، نه 3 بزرگتر است 2 کوچکتر. پس 5 بر 2 ما شما چی میشه؟ بزرگتر میشه. خب چرا به شک بشه؟ به عنوان مثال شاگرد عزیز ما و شما چی میکنیم؟ 5 تا 3 و بین 3 نفر تقسیم کنیم یا 5 تا 3 و بین 2 نفر تقسیم کنیم؟ به کدام نفرها بیشتر میرسه؟ خب معلوم است به 2 نفر تقسیم کنیم دیگه، نه 5 تا 3 و بین 2 نفر تقسیم کنیم نفر 2 و نیم میرسه، اما 5 تا 3 به تقسیم بر 3 کنیم نفر 2 هم نمیرسه، از 2 کمتر میشه، چون اگر نفر 2 برسه 6 تا 3 میشه. صحیح است؟ پس دقیقاً به این شکل است. بس دقت کن، اگر الف، اگر مخرج ها مساوی باشد میگیم عدد بزرگتر است که صورتش چی باشد؟ بزرگتر باشد. اما در حالت ب صورت ها مساوی باشد، اگر صورت ها مساوی باشد عدد بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد. به عنوان مثال صحیح؟ خب شاگرده عزیز دقت کنید، یک مثال دیگه، مثلا داشته باشیم چه مخرج ما و شما 3 باشد، در صورت ما و شما 3 باشد، چون صورت ها میخواییم مساوی باشد، مخرج ما و شما چند است؟ اینه باشه منفی است، یا بگیم منفی نتیم برش ما در دوش منفی بتیم. خیر صحیح؟ منفی 3 و منفی 3 در اینجا چی باشد؟ اینجا 2 باشد، این هم 5 باشد. خب حالا کدام از اینا بزرگتر یا کوچکتر میشه؟ شاگرد عزیز دقت کنید، این کمی مشکل تر میشه. چرا؟ چون صورت های ما و شما چی است؟ مساوی است. خب عالی، 2 بزرگتر است یا 5؟ میگیم 5 بزرگتر. پس 2 چی میشه؟ 2 ما و شما چی میشه؟ چی است؟ کوچکتر است. پس کسر ما و شما بزرگتر میشه. صحیح است یا نه؟ خب اینو میریم روی محور نشان بدیم ببینیم درست است یا نه. روی محور نشان بدیم، این به این شکل است دیگه، نه؟ روی محور نشانش میدیم که بفهمیم درست است یا غلط است. گفتیم که ما شما نظر به محور بسیار آسان بتونیم دریافت کنیم. خب این 0 باشد، یعنی منفی 1 باشد، یعنی منفی 2 باشد، یعنی منفی 3، یعنی هم 1. خب مخرج ما شما اولی چند است؟ اولی 2 است، یعنی هر خانه به 2 حصه تقسیم شود. هر خانه به 2 حصه ما شما اگه تقسیم کنیم یک تا خط میمانیم در همه خانه ها. صحیح است؟ خب چند تا میریم؟ 3 تا به سمت منفی، چون منفی داریم، منفی 3 بر 2، منفی 3 بر 2 از این 0 شروع میکنیم، 3 خانه به سمت چپ 1 2 3. پس یعنی عدد ما و شما چی میشه؟ منفی 3 بر 2. صحیح؟ اما منفی 3 بر 5 اگه بخوایم دریافت کنیم، باز ما همین محور میکشم. دقت کنید که خانه امیر باید دقیق مساوی بکشیم، یعنی 0 باشد، این اینجا 1 باشد، اینجا منفی 1 باشد، این اینجا منفی 2 باشد، اینجا منفی 3. صحیح؟ خب حالا چی میکنیم؟ منفی 3 بر 5 دریافت میکنیم. منفی 3 بر 5 مخرج ما شما چند است؟ 5 است. منفی 3 بر مخرج ما شما 5 است. پس باید چیکار کنیم؟ باید هر خانه رو بچی به 5 قسمت تقسیم کنیم، به 5 قسمت. به 5 قسمت تقسیم کنیم چه رقم میشه؟ به 5 قسمت، یعنی 4 خط باید بکشیم. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. صحیح؟ حالا چند تا میریم؟ 5 تا، 3 تا به سمت چپ میریم، چون منفی 3 بر 5 است دیگه، میشه 1 2 3. پس اینی نقطه میشه نقطه منفی 5 بر 3. صحیح؟ منفی 5 بر 3. خب کدامش بزرگتر است؟ منفی 5 بر 3 سمت راست قرار دارد، پس منفی 5 بر 3 بزرگتر است. پس منفی 3 بر 2 کوچکتر از منفی 5، منفی 3 بر 5 است. صحیح؟ پس به این شکل میشه.
چون منفی 5 بر 3 نه 3 بر 5. چرا ما غلط نوشته میره؟ باید 3 بر 5 شود دیگه. چون 3 خانه رفتیم. صحیح؟ پس مخرج ما ها شما 5 است، هر خانه رو به 5 قسمت تقسیم کردیم، پس شد منفی 3 بر 5. پس دیدیم که شاگرد عزیز اگر صورت مساوی باشد به شرطی که منفی نباشد، اردوش مثبت باشد. صحیح؟ پس اردو اگر مثبت باشد میگیم چی است؟ عددی بزرگتر است که مخرج از او کوچکتر باشد. اما وقتی که عدد منفی میشه باز دقیقاً برعکس میشه. صحیح؟ عدد در صورت اردو اگر منفی باشه دقیقاً برعکس میشه. که چی میشه؟ میگیم که 2 از 5 چی است؟ کوچکتر است. پس چی است؟ منفی 3 بر 2 از منفی 3 بر 5 کوچکتر است. پس ما اینی که صورت‌ها رو مساوی ماندیم، قانون که به شما گفتیم میگیم که اگر صورت‌ها مساوی باشد کسری بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد، فقط برای اعداد مثبت است. برای اعداد منفی چی میشه؟ برعکس میشه، تبدیل میشه. صحیح است؟ با عنوان مثال 5 بزرگتر است یا 2؟ در اعداد طبیعی یا اعداد تام 2 و 5 کدامش بزرگتر است؟ خب 5 بزرگتر است، مسلم است. اما اگر اینا رو منفی کنیم چی؟ منفی 2 بزرگتر است یا منفی 5؟ دقیقاً برعکس میشه، منفی 2 بزرگتر از منفی 5 میشه. صحیح است؟ پس اینی فرمولایی که ما شما گفتیم اینا برای عدد مثبت است، برای عدد منفی کلی چی میشه؟ سرچپه میشه. فهم بفهمید چه رقم میشه؟ فهمید چه رقم شد دیگه؟ نه؟ خب شاگرد عزیز، پس اگر مخرج ها مساوی باشد ما شما به صورت نگاه میکنیم، خیلی آسان است. اما اگر صورت ها مساوی باشد به مخرج نگاه میکنیم، اما عدد مثبت. عدد منفی رو باید چی؟ در روی محور دریافت کنیم که بفهمیم کدامش بزرگتر میشه، کدامش کوچکتر میشه. اما حالت سوم، معیار پاک کنم. خب شاگرد عزیز، اگر حالت سوم شما چی است؟ حالت جیم. میگه مخرج ها و صورت ها برابر نباشد، نه صورت برابر باشد نه مخرج ها. صحیح است؟ صورت ها و مخرج ها برابر نباشد، صورت ها و مخرج ها مساوی نباشد. خب نه صورت ها مساوی باشد نه مخرج ها. با عنوان مثال 3 بر 2 و 4 بر 3، نه صورت های از این مساوی است، نگاه صورت ها ای 3 است و 4، مخرج از این 2 از 3 است، مساوی نیست. خب کدام از اینا بزرگتر میشه؟ باز دوباره یا باید روی محور دریافت کنیم که کدام بزرگتر میشه، یا که بدون که محور دریافت کنیم چیکار میکنیم؟ باید مخرج ها را مساوی بسازیم، یا اصلا میگیم مخرج مشترک بگیریم. خب مخرج مشترک چه رقم است؟ بسیار آسان است دیگه، اینو در مکتب خواندین دیگه، در صنف 4. خب یعنی دو رو باید چیکار کنیم؟ یعنی دو رو ما و شما میایم ضرب در 3 میکنیم. چرا؟ چون یعنی دو رو ضرب در 3 بکنیم 6 میشه، یعنی مخرج زیر دهی ضرب میکنیم، مخرج زیر دهی ضرب میکنیم. پس دو رو ضرب در 3 میکنیم 6 میشه، یعنی 3 رو ضرب در 2 بسازیم، 3 رو ضرب در 2 بسازیم، مخرج چند میشه؟ 6 میشه. مخرج ها چی میشه؟ مساوی میشه، میشه مثل حالت اول. اما وقتی شما مخرج در 3 ضرب میکنید صورتش باید حتما در 3 ضرب کنید. در اینجا که صورت مخرج در 2 ضرب کردی، صورت از این باید حتما در 2 ضرب کنی. صحیح؟ پس چه رقم میشه عدد ما و شما؟ تبدیل میشه به این شکل. خود ضرب کنید 2 3 6، در اینجا 3 3 9. صحیح؟ اما این چی میشه؟ 3 2 6 2 4 8. پس 9 بر 6 8 بر 6، کدام بزرگتر است؟ 9 بر 6 بزرگتر، چون مخرج ها مساوی است، کسری بزرگتر است که صورتش بزرگتر باشد. پس میشه چی؟ 9 بر 6 بزرگتر از 8 بر 6 است. پس 3 بر 2 از 4 بر 3 بزرگتر است. صحیح؟ فهمید چرا خم شد دیگه؟ نه؟ باز یک بار دیگه نگاه کنید، وقتی نه صورت ها مساوی بود نه مخرج ها، باید مخرج ها رو مساوی بسازیم، یا اصطلاحا میگیم مخرج مشترک بگیریم. چه رقم میایم میگیم که مخرج ها رو باید ما و شما مساوی کنیم. پس ما باید یک عدد دریافت کنیم، در 2 ضرب کنیم، یک عدد دریافت کنیم در 3 ضرب کنیم که چی شود؟ مساوی شود. خب کار نداره، عین مخرج از زیر دهی ضرب میکنیم، مخرج از زیر دهی ضرب میکنیم، مخرج از 3 در 3 ضرب میکنیم، 2 ضرب در 3 6 میشه، اینو با 3 ضرب در 2 میکنیم، چون مخرج از 2 است، میشه چند؟ 6. خب صورت که مخرجی که ضرب در 3 کردیم، صورتم باید ضرب در 3 شود، چون تبدیل نشود دیگه. خب پس صورتم ضرب در 3 میکنیم، 3 3 9. صحیح؟ اما اینجا ضرب در 2 کردیم، 2 3 6 2 4 8. حالا 9 بر 6 بزرگتر است یا 8 بر 6؟ 9 بر 6 بزرگتر است. پس 3 بر 2 بزرگتر است 4 بر 3 است. پس دقت کنید شاگردای عزیز، اگر مخرج ها مساوی باشد چی میکنیم؟ به صورت نگاه میکنیم، میگیم عددی بزرگتر است که صورتش چی است؟ بزرگتر باشد. در حالتی که صورت ها مساوی باشد در مخرج نگاه میکنیم، میگیم عددی بزرگتر است که مخرجش کوچکتر باشد، اما برای حالت مثبت. برای حالت منفی اگر صورت های ما شما منفی باشد دقیقا برعکس میشه. صحیح؟
خب این رو گفتیم که برای که آسان‌تر بفهمیم باید محور بکشیم. پس ما برای حالت مثبت میگیم صحیح است. اگر صورت ها مساوی باشد میگیم عدد بزرگتر است که مخرج از چی باشد؟ کوچکتر باشد. و حالت جیم چی است؟ حالت سوم ما و شما صورت ها و مخرج مساوی نباشد. وقتی صورت ها و مخرج مساوی نبود باید مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک هم گفتیم چه رقم است دیگه. یک مثال دیگه هم کار کن عزیز. شکر عزیز دقت کنید به عنوان مثال. ما و شما داریم 3 بر 4 و 2 بر 8. باید ما این 3 بر 8 بگیرم. 3 بر 8 2 بر 4 کدامش بزرگتره کدامش کوچکتر است؟ باید مخرج ها رو مساوی بسازیم. خب شاگرده عزیز دقت کنید، من مخرج ها رو مساوی بسازم، من اگر بیایم فقط انم 4 ضرب در 2 اگر بسازم، این ضرب در 2 بسازم میشه دقیقا 8 میشه، 2 4 8 میشه، همین 8 میشه. پس این کار ندارم صحیح است. پس فقط همون ضرب در 2 میسازم و صورتش باید 100% ضرب در 2 بسازم. خب چند میشه اینو ضرب کنیم؟ 2 2 میشه 4، 2 4 میشه چند؟ 8. خب مخرج از 8 مخرج از 8 است. در صورت نگاه میکنیم 4 بزرگتر است یا 3؟ میگیم 4 بزرگتر است. پس 2 بر 4 از 3 بر 8 چی میشه؟ بزرگتر میشه. پس یه مقاله دیگه است شاگرد عزیز که ما و شما حتما که نباید هر دو رو ضرب کنیم. اگر فقط یک تا از این مخرج رو ضرب کنیم دیگه حاصل شد، خب همون کار میکنیم، آسان تر است. اما در این مثال که دیدیم که شما این دو رو در هر چی ضرب کنی 3 نمیشه، یا این 3 در هر چی ضرب کنی 2 نمیشه، پس با اون خاطر چی میکنیم؟ اینی 3 رو دهی ضرب میکنیم، اینی 2 رو دهو ضرب میکنیم که جواب هر دو 6 میشه. پس اگر به این حالت بود شما یک تا از مخرج رو ضرب در یک عدد ضرب کنیم و عدد دیگه حاصل شه، خب این کار میکنیم، آسان تر است. اما اگر نبود چه عدد دریافت نشد، پس مخرج از 2 ضرب میکنیم، مخرج از 2 دیگه ضرب میکنیم. و یادتون باشد، فکرتون باشد شاگرد عزیز، وقتی من مخرج در هر عدد ضرب میکنم صورتم باید در مو عدد ضرب شود، درست است؟ در غیر صورت غلط نشه، فکرتون باشه. خب پس شاگرد عزیز مقایسه اعداد نسبتی را فهمیدیم، درس ما و شما چی میشه؟ خلاص میشه. ما و شما مقایسه اعداد نسبتی را خواندیم و سر تخته برای تشریح کردم که به چه شکل می باشد. پس من ایرم تیک مارک میکنم. پس مقایسه اعداد نسبتی را خواندیم. اما کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 98 و 100 کتاب رو باید چی کنید؟ حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتساپ. نمبرش هم 20964-780-255-40-13، درست است؟ اگر کدام سوال یا کدام پیشنهاد انتقاد یا در کدام مشکل در حل کارخانگی دارید به ما در ارتباط شد، به ما روان کنید و ما در ارتباط شد بگید که همین مشکل چی است، ما با شما حل کنیم. صحیح است؟ فهمید چرا هم شد نه؟ پس شاگرد عزیز درس اول فصل 4 ما و شما در اینجا چی میشه؟ خلاص میشه. شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین، بخیر باشین، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.